سلام، بعد از یک وقفه آموزش‌های رایگانمون رو از سر می‌گیریم. توی این قسمت آموزش نحوه ایجاد متن به صورت چشمک زن رو داریم. شاید این نمونه رو جای دیگه هم دیده باشید. درسته این ایده خودمون نیست، فقط نحوه اجرای اون رو ما آموزش میدیم. خب برای شروع من این محیطی رو که ایجاد کردم رو قبلش میگم. ما یه بک‌گراند داریم به این شکل که با استفاده از گزینه افکت گرید این حالت شبکه‌ای رو به این ترتیب ایجاد کردیم. گریدها با ضخامت‌ها و سایز متفاوت، همچنین opacity ایجاد شدن به این ترتیب. چند تا افکت گرید رو روی هم اعمال کردم که به این شکل در اومده با opacity پایین. خب این از بک‌گراندمون و همینطور شیپ لیر به این ترتیب. این شیپ لیر هام رو ایجاد کردم. وارد این کامپوزیشن میشم. یه لوگو هم اینجا دارم که با استفاده از تکنیک برش این حالت چشمک زن رو برای این یکی به این ترتیب ایجاد کردم. یه برش زدم، یه فاصله انداختم و به همین ترتیب صورت تند و این شکل در میاد. و همچنین برای این کادرم حالت opacity رو کم و زیاد کردم، کلید دادم، کلیدهای نزدیک به هم که به این شکل در اومد. خب ولی برای متنمون نمیتونیم این حالت برش یا opacity رو داشته باشیم به دلیل اینکه کل متن رو نمیخوایم به این حالت در بیاد. برای مثال اگه بخوام کل متنم رو به حالت چشمک زن در بیارم، میتونم از این برش ها به این شکل استفاده کنم. کنترل شیفت و دی، یه فاصله و به همین ترتیب که متنم هم به صورت چشمک زن میتونه در بیاد. خب من کنترل زد میزنم. ما این تک تک حروف رو توی این آموزش همونطور که توی پیشنمایش هم دیدید به صورت چشمک زن خواهیم داشت. برای این کار من وارد متنم میشم. تنظیمات متنم از قسمت انیمیت opacity رو انتخاب میکنم. خب ما گزینه رنج سلکتور رو داریم. opacity رو به 0 تغییر میدم به این ترتیب. ما این حالت نوشتار ساده رو میتونیم داشته باشیم. توی این زمان من میتونم اند رو روی 100 و 0 کلید بدم که به این شکل انیمیت داده میشه. خب ما میخواییم حروف انتهایی که داره ظاهر میشه به صورت چشمک زن ظاهر بشه که این حالت رو توی این تنظیماتی که انجام دادیم نداریم. من میخوام یکی از روش های انجام این حالت رو نشونتون بدم. روش های دیگه ای هم هست که انشالله در آینده معرفی میکنیم. این روش ساده هست ولی خب کمی زمان میبره. من توی این قسمت میام و کلید اند رو فعال میکنم. یک فریم به جلو کمی این رو تغییر میدم. برای مثال حرف 3 ظاهر میشه. یک فریم دیگه برمیگردم. فریم بعد دوباره به همون ترتیب. 2 فریم جا میندازم. میرم روی این حالت. ببینید این حالت چشمک زن شاید بهتر باشه که یک بار دیگه هم این رفت و برگشت رو روی حرف 3 داشته باشم به این ترتیب. خب بعد از اون ما یک کشیدگی را روی این حرف سه داریم که نمیخوام این تیکه رو به صورت تک تک اون چه که روی حرف سه هم انجام دادیم داشته باشیم. من اینجا کل این رو یه جورایی به اینجا منتقل میکنم که سریع حرکت انجام بشه بدون وقفه و چشمک. به این شکل روی حرف سه چشمک رو داریم، روی این قسمت نمیخوایم چشمک داشته باشیم، همینطور این رو عدد رو تغییر میدیم تا به حرف بعدی یعنی ل برسیم که همون حالت رفت و برگشت رو انجام میدیم به این ترتیب. این کلید ها رو هم میتونم کپی و پیست کنم برای این حالت رفت و برگشت. گاهی اوقات هم میتونم دو فریم جا بندازم که یه حالت تنوعی هم ایجاد بشه. میرم رو حرف بعدی، روی حرف ل زیاد نمیخوام مکس داشته باشم، میرم به حرف میم برسم. اینجا هم چشمک رو داریم، کم میکنم یه عدد رو. گاهی اوقات به صورت دستی رو تنظیم میکنم. یکی دیگه تا به همین ترتیب من این کار رو ادامه میدم تا به انتها برسم. روی حرف به هم زیاد توقف نمی کنم. زیاد نمیخواد سخت بگیرید، بذارید شانس هم توی کار شما دخیل باشه و کلیدها رو کمی با تغییرات نابجا هم ایجاد کنید که حالتهای پیش بینی نشده و زیبایی رو میتونید توی این قضیه داشته باشید. به این ترتیب کلید هام رو توی این قسمت از رنج سلکتور اعمال کردم. کارم به این شکل در اومد. میتونم تمامی این کلید ها رو انتخاب کنم. برای مثال این قسمت آلت رو نگه میدارم و کلید انتهایی رو به جلو میبرم. همطور که میبینید فاصله رو میتونم کم و زیاد کنم که در نتیجه سرعت این کارم زیاد یا کم میشه. به این شکل باز هم آلت رو نگه میدارم، فاصله رو بیشتر میکنم به هر اندازه ای که مورد نیازم باشه، سرعت رو کم و تند میکنم. خب در انتها که باید برم روی صفر، به این شکل. خب من میتونم همونطور که توی پیشنمایش هم دیدید میتونم از انتها به ابتدا هم همین حالت رو به صورت معکوس داشته باشم. کافیه که این کلیدها را کنترل C و توی این زمان کنترل V کنم و همونطور که کلیدها انتخاب هست راست کلیک کی فریم اسیستنت و تایم ریورس رو فعال کنم که به صورت معکوس همونطور که ظاهر شد و همین ترتیب بره. خب اگه بخوام من متنم از این سمت شروع به ظاهر شدن کنه، کافیه که بذارید من این متنم رو دوپلیکیت کنم و کلیدهای مربوط به رنج سلکتور رو توی حالت عادی من غیر فعال میکنم و این متنم رو خاموش میکنم. خب این متن دوم هم هست. من بخوام از ابتدا شروع بشه، کافیه کلید اند رو از 100 به 0 تغییر بدم. گاهی اوقات شما یا متنتون به صورت انگلیسی هست یا بخواید از انتها به ابتدا بیایید، کافیه که این کلید اند رو به 0 برسونم خودم فکر کنم. توی حالت 0 و 100 کافیه که این بار استارت رو از 0 به 100 تغییر بدم و همین کاری که اینجا انجام دادم، کلیدهایی که انجام دادم رو روی این استارت داشته باشم. و به این ترتیب به این شکل تونستم این حالت رو ایجاد کنم. نکات دیگه ای که باقی میمونه در مورد تنظیم رنگ و این حالت های چشمک زن شیپ هام هست که همونطور که گفتم اونها رو با استفاده از اوپاسیتی یا برش میتونید این حالت های چشمک زن رو ایجاد کنید و همچنین این لوگویی که من به صورت چشمک زن در آوردم در انتهای کارم که میتونم این رو دوپلیکیت کنم و ابتداش رو تشخیص بدم. کافیه که اون رو دوپلیکیت کنم، مکان رو تغییر بدم و صورت رندوم و کمی توی زمان اونها رو جابجا کنم به این شکل. به این ترتیب میتونید این کار رو انجام بدید. خب امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه و ترجیح میدم که فایل پروژه رو توی این قسمت قرار ندم، چون میخوام شما خودتون هم تمرین انجام بدید و بتونید که این تکنیک رو به خوبی یاد بگیرید و قلق کار دستتون بیاد. تا یه آموزش دیگه همتون رو به خدا میسپارم.